حالتون چطوره؟ خوشحالم که بازم به خونه هاتون اومدم تا با همدیگه نقاشی کنیم. بچه ها من که واقعا منتظرم تا ببینیم داستان امروز چیه. من خیلی قصه دوست دارم. میدونم که شماها مثل من خیلی قصه شنیدن دوست دارید و منتظرتون نمیذارم تا این داستان جالب و جذاب و بشنویم و بعد با همدیگه نقاشی کنیم. بچه ها قصه ما از اونجا شروع شد که یه روز توی یک باغ قشنگ توی یک روستای دور یه هدهد خوشگل که یه شونه زیبا به سرش داشت و ما بهش شونه به سرم میگیم زندگی میکرد. بچه ها نزدیک اون باغ یه پیرزن خیلی مهربون بود که هر وقت غذا میخورد از اضافی نون و برنجش واسه یه هدهد مهربون میوورد. بچه ها هدهد و پیرزن دیگه کم کم با همدیگه دوست شده بودن. هر از گاهی با همدیگه احوال پرسی میکردن و حسابی با هم گرم گرفته بودن. هدهد ما توی یک درخت تنومند و قشنگ برای خودش لونه ساخته بود. یه روز که داشت روی درخت واسه خودش آواز میخوند، پیرزن که از خرید برمیگشت اونو دید و بهش گفت ای هدهد قشنگ که برای من آواز میخونی، میدونی چه اتفاقی داره میفته؟ هدهد گفت چندان بیخبر نیستم، میبینم که بچه ها دارن زیر درخت بازی میکنن. اما پیرزن بهش گفت نه اینقدر ساده نباش، بچه ها فقط بازی نمیکنن که اونا دارن تور پهن میکنن و تله میذارن تا پرنده های قشنگی مثل تو رو به دام بندازن. باید خیلی هوشیار باشی و حواستو جمع کنی. اما هدهد مغرور گفت من خیلی باهوشتر از اینم که بخوام توی دام اونا بیفتم. اینا که بچن، بزرگتراشون هم نمیتونن منو به دام بندازن. اما پیرزن باز بهش نصیحت کرد و گفت به هر حال شرط عقل اینه که بیشتر مواظب باشی و یه وقت گولشون رو نخوری و دنبال دونه هایی که میریزن نری. بله بچه ها، پیرزن رفت و دیگه کم کم ظهر شده بود. بچه ها که از بازی خسته شده بودن توراشون رو جمع کردن و رفتن خونه که غذا بخورن. اما بچه ها یکی از بچه ها یادش رفته بود که یکی از تورای نازک رو جمع بکنه، اصلا با چشم دیده نمی شد. هدهدم که اونو ندید چشمش به دونه ها افتاد و دلش ضعف رفت. با خودش گفت دیگه اینجا خلوت شده و هیچ کس نیست، میتونم برم از دونه ها یواشکی بخورم. بچه ها هدهد که مشغول خوردن دونه ها شده بود یک دفعه به دام افتاد. هرچی که تقلا کرد و دست و پا زد نتونست خودشو از دام تور رها کنه. انقدر تقلا کرد و تکون تکون داد خودشو تا دیگه خسته شد و از پا افتاد. اش کرد و افتاد اونجا بچه ها. بعد از ظهر پیرزن با خودش گفت صبر کن برم یه سری بزنم ببینم که نکنه هدهد گول خورده باشه. برای اینکه پیرزن قصه ما خیلی دانا بود بچه ها. خلاصه پیرزن سراغ هدهد رفت و دید بله هدهد نادون گیر کرده توی تور و قش کرده افتاده زمین. پیرزن دانا هدهد رو باز کرد و اونو نجات داد و وقتی هدهد به حال اومد پیرزن بهش گفت مگه من تو رو نصیحت نکردم، بهت نگفتم که گول نخوری؟ چرا بازم گول خوردی و اومدی سراغ دونه؟ به خاطر شکمت خودتو گرفتار کردی. اما هدهد بازم با غرور گفت من به خاطر شکمم خودم رو تو دام ننداختم، هر کسی دیگه هم غیر از من بود همین اتفاق واسش میافتاد.
ممکن بود به جای من یک کلاغ به دام بیفته. پیرزن بازم به هدهد گفت: ببین عزیزم، هیچ وقت اشتباه تو تقصیر دیگران ننداز یا با دیگران مقایسه نکن. اصلا کلاغ هیچ وقت تو موقعیت تو قرار نمیگیره. چون تو خوشگلی و خوش صدایی و همه دوست دارن که تو رو به دام بندازن و به خونهشون ببرن تا تماشات کنن. ولی کی کلاغو میخواد که ببره خونهشون؟ کلاغ سیاهه و هیچ کس دوست نداره اونو ببره خونه تماشا کنه. تازه اگرم که به دام صیاد بیفته، صیاد اونو رهاش میکنه که بره. پس به جای اینکه با من بحث کنی، حرف منو قبول کن و نصیحت منو بپذیر. بله بچه ها، هدهد این دفعه رو شانس آورد که از دست اون دام نجات پیدا کرد و با خودش فکر کرد و تصمیم گرفت که دیگه به نصیحت بزرگترش گوش بده. بچه های عزیز، این خیلی مهمه که به حرف بزرگترامون گوش بدیم و بدونیم که اونا از ما داناترن و بیشتر میدونن، از ما بیشتر تجربه دارن. اگر چیزی میگن به خاطر اینه که ما رو دوست دارن و میخوان که به ما کمک کنن. یادمون باشه که هیچ وقت به دانایی خودمون مغرور نشیم و به پند و اندرز بقیه هم گوش بکنیم. آفرین به شما گلای قشنگ توی خونه که همتون مثل من از این داستان این درس قشنگو گرفتید. و اما نقاشی امروز، اگر که شما هم حاضر باشید، میخوام که با همدیگه یه هدهد خیلی قشنگ که یه شونه رنگ و وارنگ و قشنگ تو سرش داره نقاشی کنیم. آماده این بچه ها؟ شما هم دوست دارید؟ پس بریم که با هم نقاشی کنیم. اگه شما مثل من آماده اید، میخوایم که با همدیگه امروز یه نقاشی قشنگ از اون هدهد زیبا و خوش صدا بکشیم. اگه مداد رنگیاتون آماده است شروع کنم. آفرین به شما، بریم که با همدیگه بکشیم. مثل همیشه اول یه دایره اینجا برای سرش میکشم. آهان، خب بعد از اون میخوام براش اینجا یه بال بکشم. ببینید که چقدر آسونه. و بعد یکم این طرفتر یه بال دیگه واسش میکشم. اینجا براش یه چشم درشت و خوشگل میذارم. یه چشمشم سیاه میکنم اینجا. خب بعد اینجا براش یه خط میذارم که شکمش باشه. بعد واسش دو تا پای کوچولو اینجا میذارم. خب دیگه چی کم داره؟ آفرین، درسته. یه دم قشنگ و بلندم اینجا واسش اضافه میکنم. و غیر از اون مهمترین چیزی که هدهد داره چیه؟ اون تاج قشنگ و رنگارنگشه که رو سرشه بچه ها. واسه همین بهش میگیم شانه به سر، چون یه شونه خیلی خوشگل بالای سرش داره. ولی غیر از اون یه نوک خیلی بلند و قشنگم اینجا داره. خب اینم از طراحیش بچه ها. طراحیش تموم شده. حالا با همدیگه یکم
اینجوری به دومش حالت میدی که خوشگلتر بشه و بعد رنگش میکنی. خب من اصلا فکر نکردم چه رنگی کنم. بچه ها شما میخواین هدهدتون رو چه رنگی بکشید؟ بذار فکر کنم. فکر کنم اگر که از رنگای گرم استفاده کنم خیلی خوبه، یعنی قرمز، نارنجی، زرد، اینجور رنگا رو بهش میگیم رنگایی که گرمه. آها این بارش مثلا قرمز کردم، حالا میخوام اون یکی بالشو قرمز مایل به بنفش بکنم. آها بچه هدهدی که من کشتم یکم چاق شده از بس که پیرزنه بهش غذاهای خوشمزه میداد تا بخوره، هر روز واسهش دونه میآورد. خب سرشو میخوام نارنجی بکشم. خب دومشو میخوام رنگ و وارنگ بکشم. اول زرد، بعد قرمز، میخوام همه رنگ تو دومش بزنم. آها خب یک کم هم از این یکی صبر کن ببینم، کم هم بنفش اضافه کنم اینم بهتر میشه. آره بهتر شد. خب شونه سرشم همونطوری میخوام رنگ و وارنگ بکشم. بچه ها شما میتونین از رنگای متنوع استفاده کنید. اول همش رو زرد میکنم، بعد یکی رو قرمز، یکی هم قرمز. خوبه؟ خب توی پرشم این شکل پر درست میکنم، اینجوری خوشگل تر میشه. خب منقارش رو چه رنگی کنم بچه ها؟ یه منقار نارنجی پررنگ بسش درست بیم. دیگه طراحیش تقریبا تموم شد. بس ببینم زیر منقارش رو یکم تیره کنم. ها بهتر شد. چپ منقار بلندی داره. اوف. تا کجا رفته؟ خب حالا دور و برش رو رنگ می‌کنم. خب یکم هم اینجا رو زمینش رو تیره تر می‌کنم. اینجوری قشنگتره. آهان خب اینم از این.
حالا آسمون رو واسش سری رنگ میکنه. خب اینم از آسمونمون. سب کن اینجای چند تا ابر خوشگلم بذارم تو آسمون. آهان را بهتر شد. بعد با دستمالم رنگ ها اضافه رو بر میدارم. خب خیلی بهتر شد. حالا چیکار کنم؟ سب میکنم تا خوش بشه و تمومش کنم. خب نقاشی هدهد تموم شد. حالا یه خوردم براش اینجا بوته اضافه میکنم. آها اینطوری نقاشیم قشنگتر میشه. تموم شد بچه ها. امیدوارم که شما توی این مدت با من نقاشی کرده باشین و از داستانهایی که با همدیگه شنیدیم درسای خوبی یاد گرفته باشین. بچه ها یادتون نره که به نقاشی ادامه بدین و حسابی تمرین کنین. از بزرگتراتون بخواین که براتون قصه های قشنگ تعریف کنن و شما به نقاشی کردنتون ادامه بدین. مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم گل قشنگم. خداحافظ.